تاریخ په میړانا اقرار دی زمون ساتلای د توري گزار دی زمون. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون الهجره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه تحول روز با من فضل الله سیدی خوش آمدید. موضوعی که امروز در رابطه با آن با مهمانان خود بحث خواهیم کرد، اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در رابطه با فرستادن نیروی متخصص کشورهای خارجی به افغانستان. نخست وزیر پاکستان از مقامهای حکومتی این کشور خواسته است تا نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده به افغانستان بفرستند. آقای عمران خان برای فرستادن نیروی متخصص در بخش‌های مختلف از جمله طب، تکنولوژی معلوماتی و حسابداری در افغانستان تاکید کرده است. اما در داخل کشور گفته‌های عمران خان با واکنش‌های منفی شهروندان کشور مواجه شده است. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با گفته‌های صدر اعظم پاکستان واکنش نشان داده و گفته است که ما از حسن نیت کشور پاکستان در قبال افغانستان تشکری میکنیم، اما نیازی به نیروی متخصص خارجی در کشور احساس نمیشود و در داخل کشور کادرهای مسلکی و ورزیده وجود دارد. در رابطه با اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان بیشتر با مهمانان خود بحث خواهیم کرد. مهمانانی که در این بحث حضور دارند جناب آقای محمد عمر نهضت، رئیس حزب اتحاد آزادی مردم افغانستان یا آما، و همچنان جناب آقای محمد شفیع نعیمی استاد پانتون. جناب آقای نهضت و همچنان نعیمی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدید. خوش باشید. بحث خود را با آقای نهضت آغاز میکنیم. جناب آقای نهضت، دیدگاه شما چیز به عنوان رئیس یک حزب؟ گفته های عمران خان چنانچه ما شاهد هستیم در داخل کشور با واکنش های منفی و تند شهروندان مواجه شد. شما چی گونه تحلیل میکنین همین گفته های عمران خان صدر اعظم پاکستانه؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، بالای احترام به شما آقای نعیمی، مهمان محترم در بحث، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان عزیز. خیلی تشکر. آنچه عمران خان در رابطه با اعزام افراد متخصص در ساختار حکومت موجوده از آن نظر کردین تازگی نداره. مقامات پاکستانی از بد به تأسیس پاکستان تا کنون نسبت به کشورهای همسایه، به ویژه کشور ما افغانستان، اونا اظهارات غیر مسئولانه کردین و ادامه هم دار. این بار اول نیست. شما بخاطر دارین که چندی قبل در نشست کنفرانس کشورهای اسلامی هم عمران خان صراحتاً افغانستان در قسم تعریف کرد که در افغانستان فرهنگ متمدن وجود نداره، فرهنگ بدوی است. خب در رابطه با فرهنگ ما تازه‌ای داشتن، انتقادهایی داشتن فرهنگ خود را نسبت به فرهنگ ما، با توجه به عمری که داره پویاتر قلم داد کرد. درست. ما میخواییم یک تصویری از خود پاکستان داشته باشیم تا هموطنان ما بدانن که آیا اینا حق دارن، اینقدر ظرفیت دارن که به ما چنین توصیه ها را میکنن. پاکستان 75 سال عمر داره. درست در 1947 این شکل گرفت که عمر پاکستان به اندازه عمر نواسای افغانستان هم نمیشه. پاکستان 75 سال قبل از 4 قوم مختلف الهویت زیر لوای اسلام به شکل لباس 4 تکه، 4 پارچه، با زبان اردو، خب با فرهنگ بیگانه، با دستکاری کشور انگلستان یا دولت وقت انگلستان این شکل گرفت. در این 75 سالی که به این شکل شکل گرفت، پاکستان اجیر و مزدور استعمار بوده. در طول 75 سال اجیر انگلیس ها بود، به خاطر تحقق اهداف نیابتی انگلیس ها اجرت گرفت، در خدمت انگلیس بود. زیر شعار اسلام که ما یهود میکشیم، عیسوی را میکشیم، هندو را میکشیم، از عربستان پول گرفت، اجیر عربستان بود، کشورهای عربی بود، از زمان ضیاءالحق بعد کارهای کردن، در اینجا اجیر اونا بودن، غلام مزدور اونا بودن. درست. بعدش وقتی که در افغانستان کودتای ثور آمد،
حزب دموکراتیک خلق به دستور رسا کوتا کردن، یک تا رهبرای حزب دموکراتیک هم قپید مزدور روسا هم بودن، با روسا وعده داد که ما شما را از این مسیر بابای گرم میبرم، مزدور روسا هم شد بله. از طریق یک تا رهبرای مربوط به دموکراتیک خلق در وقت زمانش اف تنظیم در شکل داد همزمان اف تنظیمه شش تنظیم شب برادرای پشتون داد، یک شب تاجکا داد به خاطر از اینکه افتراق اجتماعی را سازمان داده باشه در پاکستان درست. بعد نتونست توسط شش تنظیم حکومت دلهای خود در افغانستان تنظیم کنه، با تعقیبش کاری کرد که افتراق اجتماعی را سازمان داد، جنگ‌های داخلی را شکل داد در زمان دروته و وقتی که استاد ربانی نگفت به حکومت مزدوری پاکستان و ما حکومت مستقل تشکیل میکنم نگذاشتن، جنگ‌های داخلی را شکل داد، همین بود که کاملا 60,000 کشته شدن شهر کابل ما به جا گذاشتید، اثرات کارهای پاکستان بوده. بعدش این مزدور کی شد؟ مزدور غربیا شد. درست. برای غربیا گفتن که ما به ما اجرت بده، ما شما را بابای سرد میبریم. و امروز هم من متوقن هستم که مزدور چینایا هستن. درست. کوشش میکنه با توجه به سرمایه‌گذاری که چینایا در اونجا کردین مزدوری به چین بکنه تا برای چین بستر ایجاد بکنه. تشکر آقای نهضت. حالا در رابطه با سیاست داخلی خود پاکستان، خب این بحث مربوط خود اونا میشه، در رابطه با سیاست خارجی پاکستان هرگاه بحث داشته باشین فکر نمیکنین که امی اموراتی را که شما به او اشاره کردین، فکر نمیکنیم که آنقدر اونا کار کردن و دستگاه دیپلماسی پیشرفته و مقتدر داشتن تا ای که توانستن سیاست خارجی پاکستان در قبال دیگر کشورها به سوی مثبت ببرن و تانسته باشن یک کار بر کشورشان انجام بدن؟ خب ده شک وجود نداره که رهبران مربوط به پاکستان با توجه به ای که وظایف ژاندارمری داشتن در منطقه برای کشورهای استعماری و اکنون هم دارن، اینا بدون امداد کشورهای که استعماری یک روز هم نفس راحت کشته نمیتونن. همین روز که قطع شوه خلاص از پاکستان بی‌ثبات میشه. از گذشته تا کنون همین قسم وظیفه را انجام دادین. ولی یک سری کارهای دیگر هم کردن که امروز صاحب بم اتم هستن، دستگاه دیپلماسی فعال دارن، ساختار دارن، هرچند ساختار فاسد ولی یک ساختار ایجاد کردین، ملت شدین. امروز یک سری چالش هایی که فرارای یک کشور وجود داره در رابطه با تامین روابط شما در سطح کشورهای همسایه و منطقه، او چالش ها واقعا فائق آمدین، کار را کردین. امروز توانمندی که بدارن که از اقتدار ملی برخوردار هستن، میتونن با توجه به اقتدار سیاست داخلی و خارجی خود به شکل درست اساسیش تنظیم کنن، دستگاه دیپلماسی فعال دارن. اما سیاست خارجی مربوط پاکستان از بدو تاسیس تا کنون زیر چتر سیاست خارجی کشورهای استعماری تدوین شده و عملی هم میشه. تشکر. در رابطه بحث خواهیم کرد. آقای نعیمی، برمیگردیم به شما و در رابطه به اظهارات صدر اعظم پاکستان بحث داشته باشیم. همین موضوع را، همین موارد را که اونا اشاره کردن با واکنش منفی شهروندان کشور مواجه شدن، شما چقدر اطمینان میتین به عنوان استاد پانتون که در داخل کشور ما نیاز به نیروی کار خارجی نداریم و همین افراد اشخاص که در داخل کشور هستن و متحد به کشور هستن و همچنان کادر هستن میتونیم از اینا استفاده بکنیم؟ دقیقا. نخست سلام بر جناب سیدی صاحب، بر خود شما، به آقای نهضت صاحب و همچنان همکاران تکنیکی ما و شما و بینندگان تلویزیون الهجره افغانستان. در رابطه با سخنان عمران خان اگر ما احسان کنیم، عمران خان نه تنها خود عمران خان بلکه حکومت‌های قبلی پاکستان به نحوی از آنها خواستند در امور افغانستان مداخله آشکار داشته باشند، سری خود 100% داشتند، اما اکنون دنبال ازی هستند که مداخله آشکار هم داشته باشند. ما با صدها متخصص و کادر جوان مستعد در سطح دکترا و ماستر ما در افغانستان داریم، از اقوام اقشار مختلف و افغانستان حضور دارند در افغانستان که تا هنوز متحد بر افغانستان بودند و خدمت میکردند در افغانستان و این ارسال یا فرستادن نیروی کادر و خصوصا در بخشای اطلاعاتی، تکنولوژی معلوماتی، طب و اداره و حسابداری، این خودش نوعی از فرستادن اجنت یا نماینده های اطلاعاتی خودم میخواهم در افغانستان داشته باشم.
چون از طریق میتونن افراد مجرب خود، کسایی که بیشتر تجربه حاصل کردن و آموزش دیده هستن، تا بتونن نکات کلیدی یا برستای کلیدی افغانستان محصور بسازن و از طریق منافع و استراتژی دولت پاکستان برآورده بسازن. درست. ما سپاسگزاری میکنیم از سخنان مجاهد صاحب، یعنی سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، و همچنان آقای کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان که نخستین شخصی بود که آمد در مقابل حرفای عمران خان موضع‌گیری خود کرد. درست. حالا در گذشته، چنان شما قبلا هم یادآور شدین که از گذشته های دور کشورهای همسایه، مثلا کشور پاکستان در امور داخلی افغانستان، برای شاید مداخلات داشته باشد. خب گذشته را میمانیم یک طرف. حالا با حاکمیت امارات اسلامی بر افغانستان، پیشنهاد شما چیست؟ چی فکر میکنین؟ چه کارهایی باید صورت بگیره تا ای که چنین اظهارات مطرح نشه و کشورهای دیگه به خود اجازه را نتن تا در امور داخلی افغانستان به نحو مداخله بکنه؟ دقیقاً ما مشکل اساسی بیش از اینکه در بیرون از کشور داشته باشیم در داخل افغانستان داریم. درست. هم از امارات افغانستان، هم از اپوزیسیون یا مخالفین سیاسی افغانستان. اینها جانب یک جانبگی و یک طرفی قدرت بحث میکنن، گویا تمام از آنها باید بحث رهبری حکومت در انحصار خود داشته باشن. ما و شما شاهد هستیم که هیچ قدرت و هیچ حکومت تقومی یا تک حزبی نتونسته در طول جهان، یعنی تاریخ، پیروز بشود. ما مثال های بارزش هم ما میتونیم موسولینی ایتالیا را نام ببریم، فاشیستی ایتالیا و همچنان فاشیست آلمان هتلر و همچنان حزب کمونیسم روسیه را ما نام ببریم. اینا حکومت هایی بودن که فقط تک حزبی رهبری میکردن، فقط ایدئولوژی و مفکوری حزب خود پیاده میساختن. در اینجا راهکار را که من پیشنهاد میکنم به دولت افغانستان که بتانه دست مداخله گرای بیرونی را کوتاه بسازن، یک مشارکت ملی به گونه واقعی را مطرح بسازن. درست. یعنی مشارکت ملی را خودشان زمینه را فراهم بسازن، مثل چنانچه ساختن هم، اما باید این را در عمل ثابت بسازن. هر افغان و هر شهروند، چی از سیاسی و چی از اشخاص عادی که میخواهند در امور افغانستان مشارکت داشته باشند، در تصمیم کلان کشور ما و شما مداخله داشته باشند و نقش بارز داشته باشند، باید زمینه را فراهم بسازند که اونا خودشان بیان و دولت افغانستان دست با هم دیگر داده. این وطن است مشکلات که هم از لحاظ اقتصادی ما در یک تنگنای اقتصادی قرار داریم، هم از لحاظ قومی فرهنگی، یعنی از لحاظ دانش ما فعلا واقعا احساس ضعف میکنیم، چون بیانیه ایده که وزیر صاحب تحصیلات عالی در نخستین بیانیه خود انتشار کرد، خود از او بالای روحی جوانان و کادر افغانستان تاثیر منفی خود داشت. درست. هرچند ما میپذیریم که نیروی امارات اسلامی افغانستان 20 سال از قدرت دور بودن و همواره مبارزات خود به خاطر استقلال افغانستان داشتن. درست. در این جای شک نیست که امارات اسلامی افغانستان توانست که یک ابرقدرت جهان از لحاظ اقتصادی به زانو در بیاره. تشکر، سلامت باشین. آقای نهضت، برمیگردیم به شما و در رابطه با همین موضوع بحث می‌داشته باشیم. فکر نمی‌کنین که گذشته از این که کشورهای همسایه نظیر صدر اعظم پاکستان میان این موضوعات مطرح میکنن، حالا گذشته از احساسات مردم، گذشته از همین موارد، آیا در داخل کشور ما نیاز به کادرها و متخصصین کشورهای خارجی نداریم در حال حاضر که اونا بیاین و بخواین در افغانستان در بخشهای مختلف کار بکنن تا اینکه کشور ما به خودکفایی برسه؟ خب دهی هیچ شکی وجود نداره که در افغانستان ظرفیت از گذشته های دور وجود داشت، ولی از ظرفیت هایی که دارای تعهد بودن و دارای تعهد هستند، ظرفیت هایی که واقعا از منافع ملی تعریف روشن و معنادار دارند، ظرفیت هایی که واقعا متمایل هستند در راستای اقتدار ملی سخت تمرکز میکنند، ظرفیت هایی که واقعا میتونن بسیار پرقدرت دستگاه دیپلماتیک زنده بسازن، فعال بسازن
و در سطح ملی و بین‌المللی به شکل اساسی از منافع ملی دفاع بکنن، از اونا از گذشته دو تا کنون استفاده نشده. چرا؟ وقتی ما برمیگرده به پیشینه تاریخی روند سیاست تا در افغانستان، وقتی که ما میریم به تاریخ مراجعه میکنیم، تاریخ کشور ما گواه است که در طول تاریخ نظام همشمول با قاعده وسیع فراگیر که تمام اقوام افغانستان در او تصویر خود ببینن ما نداشتیم. درست. نظام ما در افغانستان یا تک قومی بوده، یا تک حزبی بوده، یا تک گروهی بوده، یا تک سمتی بوده، او هم بلا سر سازش استخباراتی کشورهای مغرض همسایه و منطقه شکل گرفته. درست. تا سقوط نظام غنی ما نظام مزدور داشتیم. چهار تا نظام در تاریخ افغانستان مستقل آمدن ولی به وا کسی مجال نداد. آقای نظرت، خب حالا سوال ما دقیقا این بود که متخصصین کشورهای دیگر فکر نمی کنیم که باید اجازه بیافن بیاین در داخل کشور و امو مواردی را که شاید بر افغانان مشکل باشد، چون عصر تکنولوژی است و دیگر کشورها به مراتب از افغانستان در بخش تکنولوژی پیشرفته تر هستند، اونا بیان در داخل افغانستان و بر مردم افغانستان کار بکنه؟ خوب این برمیگرده به چگونگی روابط بین دول. درست. که کشورها چگونه روابط در عرصه سیاسی، فرهنگی، طور اجتماعی و بسا عرصه‌های دیگر با کشورها قراردادهای را امضا میکنن، نشستهای را انجام میتن، گفتمان انجام میتن، عقد قراردادها و معاهداتی که صورت میگیره بین کشورها بستگی به او گپ داره. بله. امروز امارت اسلامی افغانستان توسط کشورهای همسایه و منطقه و جهان به رسمیت شناخته نشده. در چنین حالتی دیگه شک وجود نداره که ما کاملا جامل کمالات هم نیستیم، با وجودی که ظرفیت داریم. بله. ولی در بسا موارد ما نیاز داریم به مشوره، نیاز داریم به طور خوب علاقه داریم که مایی بگیریم، ولی ما نباید مایی گیر باشیم، ما باید جال مایی را به دست بیاریم. ما این نیاز داریم، ولی این را بستر شکی ایجاد باید بکنه، بستر دولت ها ایجاد میکنن. یعنی واقعا بازیگرای اصلی در سطح بین المللی در تمام عرصه دولت ها هستند از نظر حقوق بین الملل. خب اینا میتونن که بازی را شکل بدن، قواعد بازی را هم دولت ها میتونن که تغییر بدن. در مراحل مختلف تاریخی با توجه به وضعیت و هنجارها قواعد بازی تغییر میخوره. او قواعد بازی که ما دیروز داشتیم با پاکستان امروز با تغییر بخوره، او قواعد بازی که امروز ما با پاکستان با امریکا داشتیم امروز با تغییر بخوره، بازدگری باید شوه. او قواعد بازی که ما با روسا داشتیم با بعضی کشورها، قواعد بازی زمان تغییر میخوره. کشوری میتونه قواعد بازی تغییر بده در میدان بازی که واقعا از اقتدار دیپلماتیک برخوردار باشه، واقعا دستگاه دیپلماتیکش مقتدر باشه. دستگاه دیپلماتیک مقتدر در گروه چی است؟ در گروه اقتدار ملی است. اقتدار ملی در گروه نهاد سیاست‌گذاری است. نهاد سیاست‌گذاری در گروه همبستگی ملی است، وحدت ملی است، هویت ملی است، منافع ملی است که تعریف روشن داشته باشه. بنان ما بسیار کمبوتاتی داریم. بله. در تمام عرصه ها همه ایجاب میکنه که ما از همه به شکل اساسی شگر میخواهیم که اساس یک نظام قابل قبول همه شموله و بگذاریم، با ما تعریف مجدد بتیم از وحدت ملی، منافع ملی، همبستگی ملی، هویت ملی، تمام ملی ها را ما تعریف روشن بتیم. نگاه خدا از این چوکاتی که از من قومی و من گروهی بریم و مای ملی. درست. که کم چیزا ملی شوند. بله. در غیر از او این چالش ها وجود خواهد داشت و ما یقینا میم سر اصل سوال شما که ظرفیت وجود داره، ولی ما شک وجود نداره که ما با بسا فنهای امنیازمند هستیم، ولی بهتر است که ما یک قسم قرارداد امضا بکنیم که بجای افرادی که به ما فن یاد بده استخبارات سود پنجم رخنه نکنه. درست. و اینجا ما را دوباره پس خنجر نزنه. بله. با شکل اساسیش باید ما تعامل بکنیم. بله. تشکر، سپاس بگذارم. بینندگان عزیز، ادامه تحول روز پس از وقفه کوتاه. تاریخ په میړانه اقرار دی زمون، ساتلای د تورې گزار دی زمون. تاریخ په میړانه اقرار دی زمون، و ادامه بحث خوش آمدید. بحث خود را با آقای نعیمی ادامه میدیم. جناب آقای نعیمی، در رابطه با فرار مغزها هرگاه یک بحث و صحبت داشته باشیم، این موضوع از دیدگاه شما چقدر نگران کننده است؟ چنانچه ما شاهد هستیم
زمانی که حکومت جدید شکل گرفت، یک تعدادی از شهروندان کشور ما و هم از متخصصین و کادرها کشور را ترک کردند و حالا هم در پی یک تعداد کسا در پی ازی هستند که باید از کشور خارج شوند. راهکار شما چی است که مشخصا پیشنهاد شما برای امارت اسلامی چی است که تا از این موضوع و از این معضل جلوگیری صورت بگیره؟ بسیار سوال معقول. ما فرار کادرها را نه تنها در سقوط جمهوریت شاهد هستیم، ما از زمان به قدرت رسیدن سردار محمد داوود خان هستیم. یعنی زمانی که سردار محمد داوود خان به قدرت می نشینه، پس از یک کودتای سفید اعلام حکومت تک حزبی را میکنه که زمینه مناقشات فعلی را که در افغانستان وجود داره در طول 40 سال به این طرف کلا مبدا از آنها تصمیم گیری و یکتازی و تک حزبی سردار محمد داوود خان بود که از اون زمان ما کادرهای خود هر روز از دست داده رفتیم. و از طرف دیگر سیاست آمریکا هم ایجاب میکنه به خاطر جذب نیروی جدید، نیروی جوان، نیروی متخصص بیشتر کارایی میداشته باشند که تمام کادرهایی که در کشورهای عقب مانده حضور دارن اونا را به نفع خود بکشاند. آنچه را که در تمام کشورهای اسلامی خصوصا کشورهای شرقی ایره انجام داد، امروز هر چینی خواهان ازی است که باید در ایالات متحده آمریکا حضور داشته باشه. یعنی خواست تنها شهروندان افغان نیست، یعنی کادرها و متخصصین افغانستان نیست، بلکه اکثریت کشورهای شرقی خواهان ازی هستند که برند به ایالات متحده آمریکا یا در کشورهای اروپایی پناهنده شوند و اونجا مصدر خدمت قرار بگیرند. به خاطر که او دولت ها حمایت همه جانبه از نیروی کادر و متخصص میکنند. درست. در حالی که در افغانستان و کشورهای شرقی اصلا فرصت برای نیروی کادری فراهم نمیسازند و یا هم مجال برای از آنها به پیشروی از آنها نمیتن. ما نه تنها این ضعف در حکومت های افغانستان میدونیم، بلکه در نظام تحصیلی افغانستان ما هم این ضعف داریم، چون نظام تحصیلی افغانستان کمی ها و کاستی های خود داره. خودشان زمینه را فراهم میسازن که برن نیروهای کادری افغانستان به کشورهای غربی سفر کنن، یعنی مسئولیت در افغانستان ندارن. مثلا اگر بخواین نهایت استاد کادری در دانشگاه های دولتی استخدام شوند، اونا با یک عکس العمل قوی مواجه میشن، چون کسانی که در گذشته در پانتون ها تدریس میکنن فکر میکنن تدریس کردن در اون پانتون ها انحصاری برای خودشان است. در حالی که نیروهای کادر ما و شما چی در خارج و چی در افغانستان وقتی که آموزش میبینن متخصص میشن، باید فرصت برای از آنها به گونه مساویانه و همه جانبه برابر بشون فراهم شود. خب در گذشته ها در حکومت قبلی ما یک کمیسیون داشتیم به نام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که همو افراد اشخاص شایسته و متخصصی که بودن از او آدرس می آمدن در چوکات حکومت به فعالیت و کار آغاز میکردن و شروع میکردن. حالا چقدر شما مهم میدانین همین موضوع را؟ آیا موجودیت کمیسیون اصلاحات اداری فکر میکنین که نیاز است و مؤثر است و باید وجود داشته باشه که امو افراد اشخاص متعهد و متخصص از این آدرس باید بیان در چوکات حکومت با کار خود ادامه بدن؟ ایکوش کمیسیونی که اصلاحات اداری در نام کمیسیون اصلاحات اداری بود، در عمل هم امو قسم می بود، در حالی که بیشتر اون متاثر از تصامیم سیاسی رهبرای سیاسی کشور ما شده بود. یعنی بیشتر از اینکه ضوابط رعایت کنن، اونا بر روابط تکیه میکرد. یک شکل تصنعی را بر خود گرفته بود اصلاحات اداری تا یک جنبی واقعی یا عینیتگرایی. اکنون اگر به اون شکل ادامه پیدا کنه کمیسیون اصلاحات اداری که متأثر از تصامیم سیاسی باشه تا جذب نیروی متخصص متحد مستعد و تحصیل یافته کادری در بخش مربوطه، اصلا فکر نمیکنم لازم باشه. در صورتی که میتونه کمیسیون کارایی داشته باشه که متأثر از تصامیم سیاسی نباشه، یعنی ما جنبی سیاسی را در اوج کمرنگ داشته باشیم، چون بخوای نخوای در هر نهاد اداری نهادهای سیاسی مداخله خود دارن. باید مداخله سیاسی را ما با اقلیت کاهش بدیم، یعنی ایره مداخله شان را به 10% کاهش بدیم. چون اگر ما بگیم 100% مداخله سیاسی را از نهادهای اداری ما سلب میکنیم یا از بین میبریم، این فقط یک شعار میمونه، هیچ گونه جنبه عملی بر خود نمیگیره. بله، تشکر، سلامت باشین.
آقای نهضت، برمیگردیم به شما و در رابطه به همی افراد اشخاصی که از کشور خارج شدن و یک جمعی از کادرهایی که کشور را ترک کردن، فکر میکنین هرگاه زمینه بر از اونا مساعد شود باز هم میاین در افغانستان کار میکنن، خدمت میکنن؟ چنانچه همواره اونا تاکید کردن که هرگاه زمینه از این مساعد شود که ما در افغانستان بیاییم، میتونیم بیم به افغانستان خدمت میکنیم، اونا واقعا برمیگردن و کشور خود میسازن به نظر شما؟ خب سه طبقه مردم بعد از سقوط نظام فاشیستی و انحصاری آقای غنی و تیم فاسدش افغانستان رو ترک کردن. ده. یک تعدادی که خود متخصص و همکار قلمداد میکردن مربوط به تیم فاسد میشد که از خود شروع تا سطح و رئیس و وزیر و معین و رئیس و معاون رئیس و مدیر و حتی رفتن. اینا اگر متخصص بودن یا نبودن امتحان رو خواهد دادن، به درد وطن نخوردن، به دزی هم نمیخورن. یعنی حضور اونا در داخل کشور قطعی نیست؟ اگر در حضور در داخل کشور باقی مونده باشن به درد وطن نمیخورن. عناصر فاسد مربوط به او سه تیمی که امتحان رو خواهد دادن و اگر رفتن هم بازگشتشون مسئولیت در افغانستان ندارن. خب چه کسایی باید بیان؟ طیف دومی که از افغانستان خارج شدن او طیف کسایی بودن که واقعا متخصص بودن، تعهد داشتن، ظرفیت های اصلی ما بودن. اونا میتونن تغییرات کیفی بنیادی در جامعه به وجود برن. اونا چون به اونا نیازی نبود، زدوبندهای تباری و قومی تمامت خواهانه به اونا مجال نداد، اونا فرار برقرار ترجیح دادن، از این وطن رفتن. ما نیازی به او ثمرهای محیط خود داریم. اگر میخواهیم این محیط ما انسانی بسازیم، به او ثمره های محیطی که در این محیط تربیش کرده ما نیاز داریم که از این وطن رفتن. بر قومی که تعلق داره، متخصص است، نخبه هر قومی که است، به هر حزب سیاسی که متحدی که جنایت نکرده تعلق داره در وطن بیا، ما به او نیاز داریم. طیف سیمی که از وطن رفتن، اونا نسبت نبود اشتغال رفتن که درست. کسایی هستند، پیشورای ما بودن، کسایی بودن که با خانواده رابطه داشتن، مزدورکار بودن، توان کارم داشتن، مامور پایین رتبه بودن، معاش برش ندادن، اینا فرار کردن. این طیف سیمی هستند که رفتن که اینا هر زمانی که زمینه برای بازگشت ماجین مساعد شوه در آغوش وطن میتونن پس دوباره بند، نه جنایت کردین، نه خیانت کردین، وارد در صفحه اول وا قرار میگیرن. این لحظه پیشنهاد شما چی است به خاطر ای که امو افراد اشخاصی که کشور را ترک کردن و متخصص و کادر هستن و تعهد به این کشور دارن، به امارات اسلامی که چه کارهایی را باید بکنن که تا اونا برگردن و در داخل کشور خدمت بکنن؟ خب شیوه نگرش دولت ها در سطح ملی سیاست داخلیش است. شیوه نگرش دولت ها در سطح بین المللی میتونه سیاست خارجی باید باشه که چگونه یک شیوه رفتاری را دنبال میکنه، کار شیوه رفتاری را. این برمیگرده به امارات اسلامی که امروز توپ در میدان بازی تحریک اسلامی طالب است. چگونه میتونه بستر ایجاد بکنه به همبستگی ملی؟ از همبستگی ملی یک تعریف روشن و معنادار بده. چگونه میتونه از تاریخ گذشته درس بگیره؟ تاریخی که به ما هیچ چیز نداد. تاریخی که جل تنظیم شد، ترتیب شد. تاریخی که ما قهرمان سازی کردیم ولی به درد ما نخورد. از تاریخ باید درس گرفته باشن، اثر باید نوشت، اثر باید از همبستگی ملی، وحدت ملی، هویت ملی، منافع ملی، اقتدار ملی، سیاست داخلی، سیاست خارجی باید تعریف داد. این ایجاب میکنه که این برمیگرده به خود امارت اسلامی. پیشنهاد ما به امارت اسلامی است که چگونه از کجا آغاز کنه، از کدام صفحه آغاز کنه. بار باری که ما گفتیم اگر واقعا از تاریخ درس گرفتین، تاریخ تکرار نمیکنن، دوباره پس نمیخواین که مثل غنی فرد درجه که فاسد جهان معرفی شوند. بله. اگر میخواین که در افغانستان واقعا یک تاریخ نوین شکل بگیره، در این تاریخ همه کس خود ببینه ما ملی بگوییم، نه من قومی. در این قسمت یا اولین کاری که باید بکنن اوزه منابع را باید تشخیص بکنن. بله. وقتی که اوزه منابع میگوییم، اوزه منابع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ما قاستیا در تمام عرصه‌ها داریم. اوزه منابع باید تشخیص شود. درست. وقتی که اوزه منابع تشخیص شد، بعد اوزه منابع را به خاطر تامین عدالت اجتماعی، به خاطر پرداختن به عل عادلانه مسئله ملی که تمام نظام را پشت کرده، به شکل عادلانه تقسیمش بکنند. درست. و بعد چه کنند؟ بعد
دستگاه دیپلماتیک خود باید فعال بکنن با. که کارشوه رفتاریشانه در سطح ملی و بین‌المللی تنظیم بکنه تشکر. حکومت اما شمول منادار تشکیل بکنن این بی‌معنی است درست. این حکومت که ما میگن این بی‌معنی است کاستی زیاد داره درست. این حکومت تک قومی است تک گروهی است تک مذهبی است تک جنسی است باید این قسمی که ما قبلا گفته بودیم چی گونه باید تک تعریف روشن بتیم تک نشه می قسمت بخشش باشه خیش. حکومت منادار اما شمول حکومتی است که به اساس اصل تخصص اصل مشارکت ملی و اصل مشارکت سیاسی از افراد امین تشکیل شود امروز ما این سه اصل در ساختار حکومت امارت اسلامی نمیبینیم ما این کمبود بسیار اساسی است امروز این موضع گیری که آقای مجاهد میکنه زد نقیز با آقای سمنگانی یک قسم میگو او میگو تعریف شده نظرات عمران خان و این میگو که اطور ما نیاز نداریم دیگه شکل موضع گیری میکنه این بسنده نیست ایجاب میکنه که تی یک اعلامیه موقف خود نسبت به کشورهای مغرض همسایه و جهان مطرح باید بکنن که اعلامیه باید بتن که این موقف ماست که مردم امی ابهام یک طرفه شود روشن شود که چه گست گپ چی است نعیمی صاحب نظر شما و دیدگاه شما در رابطه به گفته های نهضت صاحب چی است در ارتباط به ای که امارت اسلامی چگونه باید امو افراد و اشخاص متحده باید در داخل کشور بخواه و از وا استفاده ما موافق هستم با جناب نهضت صاحب درست یعنی حکومت همشمول که بتونه از تمام اقشار ملت افغانستان نمایندگی داشته باشه هم از برابری جنسیتی و هم از نیروی کادر و تخصص اینا بیشتر تلاش کنن که فرصت فراهم بسازن تا بتونن نیروی مستعد و متخصص خود متخصصای افغانستان نه تنها در افغانستان است اینا رو جذب کنن زمینه رو فراهم بسازن که نیروی متخصص و کادرهایی رو ما داریم که در کشورهای غربی خدمت میکنن اونا رو هم باید فرا بخونن یعنی فرصت برشان فراهم بسازه که اونا داوطلبانه بیان در با دولت افغانستان مشارکت داشته باشه ما شاهد هستیم ما کادرهایی را داریم که میتونن خصوصا افغانستان از این بحران اقتصادی نجات بدن بدون از اینکه ایالات متحده آمریکا دولت افغانستان را به رسمیت بشناسه یا نشناسه دوم دیگه برمیگرده به سیاست خارجی دولت افغانستان باید موقف خود چنانچه در دوحه اعلام کردن که دولت افغانستان یک دولت بی‌طرف باقی میمونه در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمیکنه این خود از سرنوشت سیاسی و روابط خارجی افغانستان مشخص می سازه که دولت افغانستان یک دولت بی‌طرف است زمانی که اعلام بی‌طرفی می کنه فرصت به کشورهای همسایه هم نتک در امور داخلی افغانستان مداخله کنند خب آقای نعیمی همو تعهدی که در دوحه شده بود او خب به صورت کامل عملی نشد و یک سلسله تغییرات در همین موارد که شما یادآور شدین خب رئیس جمهور قبلی افغانستان فرار کرد و امارات اسلامی مجبور شد که داخل کابل شوا و همو تعهدات نقض شد به نحوه درست تعهداتی که نقض میکنه آیا افراد عادی میکنه نه خیر دولت مردان نقض میکنه چون از جانب دولت مردان منعقد شده بود ایالات متحده آمریکا با سران حکومت طالبان یا تحریک طالبان اینا منعقد کرده بودند موضوعات را در او گنجانیده بودند موضوعاتی بود که فرصت بیشتر را میخواست تا بتونه او را جنبی عملی بتن بله. اما پیش از او که جنبی عملی خود در دولت افغانستان بپیماند دولت افغانستان از داخل خود فرو پاشیده بود یعنی یک انسجام ملی وجود نداشت هماهنگی میان رهبران سیاسی افغانستان اصلا وجود نداشت بله. و او طرف ما و شما مصاحبه معاون دکتر صاحب عبدالله را دیدیم در تلویزیون طلوع کنها خودشان اذعان میکردن که زمینی کودتا را اونا فراهم ساخته بودن که به شکل سیری خودشان داخل مصالحه صلح میشن یا گفتگو میشن با حزب تحریک طالبان این طرف و از طرف دیگر خود تیم اشرف غنی هم از داخل خود یک طرف وابستگی سیاسی با ایالات متحده آمریکا داشت و طرف دیگر خودش قسم وانبود میساخت که هیچ من از اوضاع خبر نداشتم و احساس ضعف امنیت میکرد که زمینی فرارش فراهم ساخت بیشتر از دیدگاه ما خود نقض تعهد دوحه از داخل افغانستان و ایالات متحده آمریکا نقش گرفت یعنی متاثر شده بله بسیار تشکر میکنیم بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه داریم ادامه برنامه تحول روز پس از وقفه تاریخ په میړانه اقرار د زمون ساتلای د توري گزار د زمون
تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلای د توري گزار دی زمون. بینندگان عزیز، به ادامه تحول روز خوش آمدید. بحث خود را با آقای نهضت ادامه میدیم. آقای نهضت، هرگاه یک مقایسه داشته باشیم همی افراد و اشخاص متخصص و کادر کشور ما را با کشورهای همسایه، فکر میکنین ما در داخل کشور افراد و اشخاص متخصص و مسلکی داریم تایی که مثلا ما از کشورهای دیگر، کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی، ما همی افراد و اشخاص بخواییم در داخل کشور؟ در هیچ شک وجود نداره که در افغانستان از گذشته دور تا کنون، به ویژه از دهه نیمه دهه 50 به این طرف در افغانستان، چون که متاثر از سیستم حقوقی جهان بیشتر شد، ما متخصصین بیشمار داشتیم، ولی با توجه به خصلت حکومت ها، به جایی که حکومت ها با افکار و اندیشه ناسیونالیسم ملی عمل بکنن، نظام ها، هر نظامی که امروز مقتدر شده ابتدای حرکتش حرکتایی بوده که با افکار ناسیونالیسم ملی عمل کردین. اما در افغانستان اندیشه ناسیونالیسم ملی وجود نداشته، از زمان امیر عبدالرحمن خان تا کنون همینطور نبوده. اندیشه و افکاری وجود داشته که نظام را رقم زده، به اساس اونمو اندیشه و آیده و عقیده نظام سازی کردین که او ناسیونالیسم قومی بوده. ناسیونالیسم قومی یقینا که بستر به منافع یک قوم، شعار بستر به منافع قوم بوده، ولی به او هم کارم نکردین. همون ناسیونالیست‌های قومی که شعارشان ناسیونالیسم قومی بوده، حتی به قوم خود خدمت نکردین، جز جیب خود پر کردین. یعنی کاملا ناسیونالیسم در وجود خود، شخصی و خانوادی خود تمرکز متمرکز ساختن. در گذشته فکر میکنین همین مورد بوده که همین افراد اشخاص وادار به این ساخته که از کشور برن و دل سرد شدن؟ دقیقاً اینمی کاملا یک سردرگمی را به وجود آورد. از گذشته دور تا کنون این ظرفیت ها از افغانستان فرار کردن. امروز ظرفیت های متخصص چی میکنی که حتی ظرفیت های تجاری ما، متشبسین ما فرار میکنه، چون قانون مسئولیت سرمایه به شکل عادلانه طور تطبیق نمیشه، نافذ نیست. وقتی که ناسفس نیست، سرمایه خودم مسئول نمیبینه، او فرار میکنه. تنهایی نیست، حتی یک تو علما، دانشمندا که از آدرس دین به شکل اساسی میخواین که حقایق آنچه که گفتار و کردار چاریار بوده و حضرت محمد بوده به شکل واقعیش میخواین تشریح و توضیح بکنن، از گذشته دو تا کنون مورد استثناش قرار گرفتن. ما شما شاهد شهادت چندین عالم دین در افغانستان بودیم که حقایق باسته بودن. شما فکرین که حتی در چوکات دین، در چوکات اصول شرعی هم کسی که به شکل بازش حقایق باسته بوده مجال برش نبوده. چه رسد به یک روشن فکری که آگاهی دی میکنه، چه رسد به یک متخصصی که واقعا او اندیشه و افکار ملی داره، میخواد که با مای ملی مظهر خدمت در این وطن شوه، بستر میخواد که برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرنگیش کنه. از این ظرفیت ها استفاده صورت نگرفت عمدن و قصدن. امیدوار هستیم که این یک بازنگری همه جانبه از گذشته تاریخی افغانستان صورت بگیره، بتونه امارت اسلامی ای ظرف فرصت هم دارن، چالش هم وجود داره. چالش هم وجود داره. همین که امروز عمران خان مسائل مطرح میکنه یک چالش است. همین که امریکا 15 نفر لیست میده، ما هفته پیش به شما گفتیم، میگه پکه با تعقیب لیست 15 نفر امریکا کشورهای دیگه هم لیست میدن. این لیست عمران خان هم مشمولی، ما اینو قبلا گفته بودم. شما شاهد باشین که در همین هفته کشورهای مخرج دیگه هم لیست میدن که این جوستای ما هم جابجا کنین در حکومت هم شمول. اینجاست که طالبا باید کارشیوه رفتاری خود در سطح ملی بین المللی دقیقاً مشخص بسازن، با یک بازنگری دقیق اساس داخلی و خارجی افغانستان بکنن و کار باید بکنن که بستر ایجاد شوه با تمام متخصصین، بستر ایجاد شوه واقعا برای یک نظام قابل قبول برای همه مردم افغانستان، و در عین زمان ما بتانیم پاسخ اساسی بدیم، جواب دندان شکن بدیم به روباهایی که امروز در برابر شیرا قرار میگیرن. حرکت های روباها را باید ما جواب دندان شکن بدیم. این زمان میشه که ما خود بسازیم. خود بسازیم، از منافع ملی تعریف داشته باشیم، از منافع ملی تعریف داشته باشیم، دیگه پشت گپای خود کوچک نگردیم، پشت مسئله تمرکز بر ریش نکنیم، تمرکز به باچه تا بالا نکنیم، تمرکز به این نکنیم که کسی امام بره کسی نمره، پس گپ ای گپ فر مسئله است. صحیح است که وقتی که نوبت رسید با این کار باید بکنیم، پشت مسائل بسیار عادی، یعنی
طالبان لازم است که اگر حکومت میخوان در افغانستان بکنن سلسله مراتب اهداف در نظر میگیرن. اهداف میره با سلسله مراتب اولویت بندی باید بکنن که کدامش برای ما اولویت داره. آیا تمرکز به این که صنف دختر از صنف بچه علایده باشه این برای ما بسیار مهم است، یا این برای ما مهم است که دیگران تحصیل کردن ما به وجود بیاریم؟ ما تولید فکر باید بکنیم یا این که ما فکرها را نابود بکنیم؟ امروز ما میبینیم که تولید فکر صورت نمیگیره، فکرها نابود میشه. ما به اتاق فکر نیاز داریم. ما نیاز داریم که پیشنهاد ما به طالبایی است که کلانترین کاری که در قدم اول باید از همه قدم اولتر باید بکنن بستر با گسترش افکار ایجاد باید بکنن. افکاری که واقعا در میوان و افکار ما بتونیم وطن خود بسازیم، بستر به روندهای شفاف سیاسی ایجاد بکنن تا این گپای خرد کوچکی که فر مسئله است پشت اصل مسئله بگردن. بسیار تشکر. نعیمی صاحب برمیگردیم به شما. فکر میکنین که امی تمرکز و همچنان تمرکز قدرت و در رابطه با تعیینات که صورت میگیره به اساس گفته های آقای نهضت، به اساس سلسله مراتب باید شکل بگیره و همچنان یک سلسله شکایت های هم وجود داره مبنی بر این که امارت اسلامی به موجب بعضی از افراد اشخاص از ادارات منفک میکنه و به جای از او افراد اشخاص دیگری را میگماره. هرگاه چنین کار صورت بگیره چقدر میتونه به امی حیثیت و به ای که مردم از امارت اسلامی به نحو دل سر چون و بخواین کشور را ترک بکنن؟ دقیقاً در اینجا دو موضوع مطرح میشن. بله. یک موضوعش بسل تغییر و تبدیل است. در هر حکومت یا هر رژیمی که سر قدرت میان کوش میکنن تغییرات تبدیلات خود را داشته باشن، اما این تغییرات تبدیلات در حد باشه که نتونه نظام کارایی افغانستان متاثر بسازن. مثلا ما در بخش تکنیکی یا مسلکی ده، اگر افراد مستعدتر را در اختیار می داشته باشیم و می خواهیم که شخصی که ظرفیتش نسبتا کمتر است ما او را پزل کنیم و جاگزین از او فرد بدیل بگماریم، این معقول است. یعنی علاوه از اینکه معقولیت خود داره قابل ستایش هم است. اگر برعکس ما بخواهیم افراد کادر را برطرف کنیم چنانچه در حکومت قبلی، یعنی در دوره دوم حکومت اشرف غنی چنین کار صورت گرفت که یک فرمان را صادر کردند که بر اساس فرمان 4000 کادر نظامی خود هم از امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس ملی را از دست دادیم. درست. هم در بخش‌های دیگر هم ما و شما شاهد بودیم که افراد را به خاطر استفاده جویی خود بر اساس روابط خود میگماشتن. قسمت دوم برمیگرده به تعهد و تخصص. ما صرفا به تعهد قانع نیستیم. درست است که ما افراد متعهد داریم که خدمتگزار به کشور هستند، اما در کنار تعهد تخصص هم نیاز مبرم است. درست است ما افراد متحد را میخواهیم در یک جای توظیف کنیم، اما متحدی که تخصص نداشته باشه، کارایی نداشته باشه، هیچ درد افغانستان را دوا کرده نمیتونه. ما نیازمند از این هستیم که در کنار از این که افراد متحد را میخواهیم ما تخصص از را هم مد نظر داشته باشیم و حکومت افغانستان هم بر اساس تعهد و تخصص هر دوش در کنار همدیگر قرار داده تعینات و تبدیلات روی دست بگیرن. و آمدیم سر موضوع دیگر، اعتماد سازی میان دولت و مردم. یک اصل که بسیار زیاد مهم است و ایجاب میکنه که باید این اصل مد نظر گرفته شود، اعتبار مردم بالای دولت است. آنچه که دولت پیشین سقوط داد، علاوه از اینکه دستهای خارجی بیشتر در اوج داخل بود، فاصله مردم از حکومت بود. یعنی مردم هیچ نوع اعتماد بالای حکومت نداشتند. اگر قرار باشه اکنون هم امی بی‌اعتمادی میان حکومت و مردم بیشتر شود و مردم اعتماد خود نسبت به حکومت بیشتر بسازن، در اینجا حتی نیروی کادر و متخصص افغانستان اعتماد نمی کنن که برن به طرف نظام کارایی افغانستان یا در اداره افغانستان مشارکت داشته باشند، در اوج مصدر خدمت قرار بگیرند. یعنی کوشش میکنن کشورهای خارجی را بر خود ترجیح بدن. اصلا با وجودی که ما و شما این را درک میکنیم هیچ کشور خارجی نمیتونه خانه ما و شما قرار بگیره. هر جایی که اگر ما بریم بیگانه هستیم، هر قدر اگر ما تخصص هم داشته باشیم، ما من حیث یک فرد مهاجر در اوج زندگی میکنیم. خب نعیمی صاحب، همواره کشورهای همسایه، کشورهای دیگر کشورها در گذشته ها هم و حالا هم به نحوه در امور
داخلی افغانستان مداخله میکنند. با توجه به اینکه شما استاد پهنتون هستین، امی در رابطه با اظهارات آقای عمران خان فکر نمیکنین که امی قواعد بین المللی را به نحو نقض میکنه؟ چون ما یک کشور مستقل هستیم و فکر نمیکنین که او مثلا رؤسای جمهور یا صدر اعظم دیگر کشورها هی حق داشته باشن یا ای که ندارن که بیاین همواره در امور داخلی دیگر کشورها مخصوصا افغانستان رو داخل میکنن؟ 100%. نه تنها که عمران خانی را نقص کردن، حتی ما اگر به تاریخ نگاه کنیم از زمان ضیاءالحق شروع میشن. پرویز مشرف که مداخلات آشکار خود داشتن، حتی اگر ما نگاه کنیم به سیاست خود پاکستان در امور افغانستان، اونا خط آهن به هزاران کیلومتر دورتر از اسلام آباد انتقالش دادن به بلوچستان، از بلوچستان به تفتان ایران و بالاخره به ترکیه وصل کردن. درست. اگر ما یعنی سیاست بی‌طرفی خود حفظ میکرد و حسن همجواری خود با دولت افغانستان اعلام میکرد، علاوه از اینکه منافع خود پاکستان در اینجا تامین میشد، میتونست حتی آهن از مسیر افغانستان انتقال بده. حتی امروز پاکستان دنبال ازی است که راه ابریشم از افغانستان برای همیشه از بین ببره و نامنی ها را در افغانستان دامن میزنه، یعنی با هزینه بیشتر و طی کردن مسیر طولانی را خط راه ابریشم از راه قزاقستان و ازبکستان ایره انتقال میده به از یعنی خط که از طرف چین کالاهای چین و پاکستان که انتقال پیدا میکنن، گوش میکنن که از طریق ازبکستان و قزاقستان صورت بگیرد تا از مسیر افغانستان. به این خاطر این مداخله آشکارشان است و نقض قواعد بین‌المللی است که در امور افغانستان مداخله میکنه. بسیار تشکر، سلامت باشین آقای نهضت. بحث خود جنبندی میکنیم و به عنوان سوال آخر، هرگاه چنین اظهارات باز هم صورت بگیرد از سوی کشورهای همسایه، پیشنهاد شما به مسئولون امارت اسلامی مشخصا دستگاه دیپلماسی افغانستان چی است؟ اینا چه راهکار را باید پیش بگیرند تا از چنین مواردی که احساسات مردم را برمی‌انگیزد جلوگیری صورت بگیرد؟ خب یک سوال مطرح میشه که چرا کشورهایی که مثل روبا هستند در برابر شیرا قرار میگیرند مداخله میکنند؟ امی بستر و امی جرأت به یا کی داده؟ با پاکستانی که 75 سال عمر داره، ما در مقدمه گفتم، امی جرأت و فرصت به پاکستان کی داده؟ روشنگ پس که رهبران مزدور نظام های قبلی دادن. بله. و امروز طالبا میره میراز گرفتین. 21 سفر آقای کرزی در پاکستان کرد، چرا در 21 سفر از منافع افغانستان، ملی افغانستان تعریف نداد؟ از این جغرافیا تعریف نداد که جرأت پاکستان گرفته امروز این کارا میکنه. در 21 سفر های گپا مطرح نشد، بلکه جرأت داد به پاکستان که ما دیگه پیسر پوش اختیارات قرار میتونم چمچه بزن. خب حالا امارت اسلامی غنی مخفی و علنی پنهانی سفرها را داشتن به شکل دیجا. ما قبل از او یک تا سران تنظیما، پیش از او یک تا رهبرای مضبوط بریم پروتیک خلق در مقدمه گفتم. درست. همین کار کردن. بسترساز اینمی مداخلات خارجی چی از طریق پاکستان، چی از طریق روسیه، چی از طریق امریکا، کشورهای ایران و بسا کشورهای دیگه، در کل اینمی مزدورای بودن که با گردای ما به نام رهبر و رئیس بار بودن، امینای کار کردن. آل طالبا از تاریخ گذشته باید درس بگیرن. حزب ما برشان پیشنهاد میده که از تاریخ درس بگیرین. اگر از زمان امیر عبدالرحمن خان تا کنون کار درست ایرا برا کردین، خب شما امر را تعقیب کنین. اگر برادرای پشتون لاحق القانی هستن که کار درست را گرفته، دیگه اقوام خو با توجه به بافتش با اجتماعی جامعه که یه تنوع اقوام وجود داره، درست، خب دگرها به جایش باشه. اگر برادرای پشتونی که همه چیز فهم هستن میدانن برشان از زمان عبدالرحمن خان تا کنون کار صورت گرفته، امرو را تعقیب کنن. مردم افغانستان چکچک میکنن. بله. اگر کار صورت نگرفته دندار تاریخ نرن، واقعا سفر تغییر بتن. بله. واقعا بازنگری کنن روند سیاست حکومت ها را. کار باید بکنن که ما بتونیم واقعا یک حکومت همه شمولی با قاعده وسیع را، فرا قومی را، فرا سیاسی را، فرا ملیتی را باید ما ایجاد باید بکنیم. اونمون شکلی که پیشتر ما بسا سیاست تعریف دادم که تا بتانیم به همه مصیبت ها پایان بتیم، واقعا ما بتانیم حرف اول آخره هم در سیاست داخلی بزنیم هم در سیاست خارجی بزنیم. ما در غیر از او شما یقین داشته باشین که از سوی شما برشان بگیم که اونمون شکلی که دیگر نظام ها محکوم به زوال شدن اگر یا تغییر در سیاست داخلی خارجی خود نبرن، اما شما فکر نکنن واقعا رو به زوال میرن. اطلاعات وجود داره ببین اینی کارا ما را به طرف زوال میبره. 50 نفر من اطلاع دارم که در برشنا معرفی کردین، 50
کسی که تحصیلاتشان فارغ 12 هم نیست میگو کلش رئیس شوه، مدیر شوه. امیل ازه تشکر وقت ممنون. کسایی را که مسلک چوبشکنی داشت آوردش رئیس خارجه میسازه، کسایی که نانبایی داشت آورده رئیس ترافیک میسازه شه در بخش مسلکی. امی شکل احسایه را متخصصین اطلاعات است که منفق میکنه از یک قوم منفق میکنه. اینی حرکت ها است که ما را به طرف بیراه میبره، مشکلات ختم میکنه. امیدوار هستم که امارت اسلامی متوجه اینی زوایای تاریکی که پایینیشان کار میکنن رهبریشون متوجه گردد. بسیار تشکر نعیمی صاحب. پیشنهاد شما، وقت ما محدود است، کوتاه، پیشنهاد شما چی است؟ هرگاه باز همچنین مداخلاتی صورت بگیره برای امارت اسلامی، چه پیشنهاد دارین که در رابطه با اینکه دیگر کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه؟ تقویت نظام دیپلماسی افغانستان، دولت افغانستان و یعنی امارت اسلامی افغانستان باید در صدر از این باشه که نظام دیپلماتیک خود یا دیپلماسی خود تقویت کنه. درست. این تقویت نظام دیپلماسی افغانستان باید از نیروهای متخصص و اشخاصی که مجرب هستند، یعنی تمام افرادی که در حکومت‌های پیشین خدمت می‌کردند، تمام از آنها فاسد نیستند، تمام از آنها ناکارایی نداشتند، یعنی دارن افراد متخصص، افراد مجرب که از آموزششان، از تجارب از آنها اینا استفاده کنن، بیشتر جنبی دیپلماسی خود دولت افغانستان قوی بسازن تا بتونن از راه های مذاکره قناعت کشورهای همسایه را فراهم بسازن و صدر را واقعی کنن که هیچ کشور، نه تنها از همسایه که و هیچ کشور دیگر، حق مداخله در امور افغانستان نکنه، یعنی جرات نکنه در امور افغانستان مداخله کنه. فقط تنها راهکاری که میتونه افغانستان از مداخلات کشورهای بیگانه محفوظ نگه دارد امی است که باید نظام دیپلماسی خود را تقویت کنه و نظام اطلاعاتی خود در بخش نظام اطلاعاتی خود، چون ما شما ببینیم که امروز کشور ابرقدرت است که اطلاعات جهان در اختیارش است. بله، بسیار کوتاه، حالا دستگاه دیپلماسی افغانستان نسبت به گذشته ها چقدر فعال است؟ به نظر ما وقتی که ما ببینیم در روابط خارجیشان نسبتا فعال هستند، یعنی نظام دیپلماسیشان، اما متاسفانه روابط خارجی افغانستان، یعنی دیپلماسی خارجی افغانستان با دیپلماسی داخلی افغانستان مطابقت نداره، چون هم در این طرف یکشان یک موضع گیری را در مقابل فرد دیگر میگیرن. درست. مثل که در مورد حزب اردوی افغانستان مطرح شده. درست. تشکر. ما دیدیم که در داخل پیام معکوس شدادن، باید سیاست خارجی افغانستان با سیاست داخلی افغانستان در توازن باشن. درست. یعنی اگر یکسانی نداشته باشه یا همخوانی نداشته باشه سیاست خارجی افغانستان با سیاست داخلی، طبیعی است که زمینه فرصت مداخله کشورهای خارجی رو بیشتر مفراهم می‌سازه. تشکر. نهضت صاحب، در حد 30 ثانیه شما دستگاه دیپلماسی افغانستان چقدر فعال ارزیابی می‌کنید؟ دستگاه دیپلماسی افغانستان از سوی دو تا کنون غیر فعال بوده. ما در طول تاریخ یک سیاست متعادل سیاسی در سطح ملی بین‌المللی داشتیم. درست. دستگاه دیپلماسی را ما زمانی می‌تونیم فعال بگوییم که مقتدر باشه و قواعد بازی را در بازی های کرد و کلان تغییر بده. ما هیچ قواعد بازی رو تغییر ندادیم، ظرفیت شما نداریم تغییر بدیم. وقتی میتونیم که دستگاه دیپلماسی خود ما واقعا که مقتدر بسازیم که قواعد بازی تغییر بخوره. قواعد بازی تغییر نخورده. آیا قواعد بازی که امروز بازی که پاکستان میکنه ما تغییر دادیم؟ تا هنوز امارات اسلامی نتونست اگه اعلامیه بده. چگونه دستگاه بازی فعال داره؟ امریکا پیشنهاد داد که 15 نفر در حکومت هم شمول ما برات دست بیتم بگی موقف روشن نسبت به امریکا را داشتن که با تا یک اعلامیه که برادر امریکا را دارم به شکل دیجا. بنان دستگاه دیپلماتیک مربوط به امارات اسلامی همانند کارشیوه نظام دیروز است، هنوز در کارشیوه نظام امروزه تغییرات نامده، همون شکلی که نظام دیروز حرکت داشتن همون شکل در سر همون خشت خام اینا تا هنوز خشت ماندین. تنها و تنها در یک رده که امنیت فیزیکی تا یک ماه 100% تامین بود و در ماهای بعدی امیام آله مشکلات خود را پیدا کرده، دیگه دستاورد ملموسی که ما را امیدوار بسته برای فردا فعلا نیست. امیدوار هستم که امیدواری را شکل بدن. بله، سپاسگزار هستیم از حضور هر دو مهمان، جناب آقای محمد شفیع نعیمی استاد پانتون و همچنان جناب آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب اتحاد آزادی مردم افغانستان. تشکر از اینکه در بحث حضور یافتید و همچنان سپاسگزار شما بینندگان عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید. این بود برنامه تحول روز که تقدیم حضور شما شد. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې.